سوالات سوالات بسیار یکم مهمتر سوالاتی که میدونم الان توی ذهنت داره میچرخه اینه که بعد از کنکور قراره چه اتفاقی بیفته بعد از اینکه من انتخاب رشته کردم رفتم دانشگاه زندگی قراره چطوری برای من پیش بره سوال خیلی خوبیه احتمالا آبستن حوادث و چالش های بسیار زیاد اما جای خوبی اومدیم تا آخر این ویدیو میخوام بهت بگم که بعد از کنکور زندگی چطوری قرار پیش بره چه اتفاقاتی احتمالا قرار برات بیفته و تا آخر این ویدیو میخوام چند تا راهکار بهت بدم برای اینکه بتونی این چالش های جدیدی که برات اتفاق میفته یا اتفاقاتی که برات قرار بیفته رو اولا بهتر بشناسی و بتونی راحت تر مدیریتشون کنی پس تا آخر ویدیو رو حتما ببین لجبازی نکن این ویدیو ویدیو مهمیه یعنی اگر یک نفر بود که من قبل از اینکه برم دانشگاه برام همچین ویدیویی میگرفت و برام میذاشت شاید خیلی از اتفاقاتی که افتاد خیلی از اشتباهات و گافایی که دادم احتمالا اتفاق نمیافتاد so let's get this یه ساده به قضیه نگاه بکنیم زندگی بعد از کنکور چه شکلیه چالش برانگیز چالشی تر از اون چیزی که فکر میکنی خیلی ساده بخوام برات بگم این داستانی که خیلی از افراد با خودشون فکر میکنن که اگه من فلان رشته رو بیارم دیگه تمومه دیگه نونمون تو روغن دیگه هیچ کاری لازم نیست انجام بدیم دیم خیلی خطرناکه چون وقتی وارد دانشگاه میشی و وقتی وارد فضای جامعه واقعی میشی حالا تا یه حدودی متوجه میشی که او زدی که یعنی کوهی که به نام کنکور ازش گذشتم و به قولش رسیدم تازه کف ده 15 تا قله دیگه است حالا حالا ها کار برای انجام دادن زیاده توی این ویدیو میخوام به سه تا بخش این داستان رو تقسیم بکنم بخش چالش ها بخش ذهنیت و بخش فرصت ها کارهایی که میشه توش کرد چالش ها ته چالشی که تا حالا ازش عبور کردی کنکور بوده با درس هایی که احتمالا شاید حتی ازش خوشت هم نمی اومده اما وقتی که وارد دانشگاه میشی و وارد فضای جامعه میشی چند تا چالش رو با همدیگه باید مدیریت بکنی حالا برای یک سری از افراد یه سریش بیشتر موضوعیت داره برای یک سری از افراد کمتر موضوعیت داره اما عموما این 4 5 تا وجود داره چالش درس ها درس ها یهو سنگین میشه یهو زیاد میشه و یهو واردی فضایی میشه که اصلا نمیدونی باید چی کار کنی چالش درس اگر که رشته های خاص باشی دیگه داستان تعطیلات تابستون و اینجور چیزا هم کلا منتفیه همش یا داری درس میکنی یا داری امتحان میدی اون پزشکی هم اومنی شکلی شکلیه چالش شماره دو چالش ارتباطاته از یک محیطی که مدرسه است تک جنسیتیه خبر خاصی هم توش نیست نهایتا هم 100 نفر 200 نفر اصلا تو بگو 500 نفر نهایتا تو مدرسه 500 نفر واقعا خیلیه نهایتا 200 نفری دیگه یهو یه وارد یک دانشگاهی میشی که کف کفش 2000 تا دانشجو داره به غیر از کادر و اینا فقط دانشجوهاش 2000 نفره یعنی وارد یک اشل بزرگتری از جامعه میشی به علاوه این که اون 50 درصد دیگری از جامعه که توی مدرسه قایب بودن در نام جنس مخالفت هم اینجا وارد داستان شده و تو باید ارتباطاتت رو بتونی باهاشون مدیریت بکنی ارتباطاتت رو چطوری زیاد کنی چی کار بکنی که از جمع ها دور نشی یا ناخواسته کشیده نشی وارد یک سری جمع هایی که نمیخوای یا لازم نیست یا درست نیست درگیری های اضافه پیدا نکنی این چالش خیلی بزرگه چالش بعدی چالش استقلاله این عموما بیشتر برای افرادی پیش میاد که محل تحصیلشون میفته یه شهر دیگه یا میفته یک دانشگاهی که خب دوره اما به هر حال وقتی که 18 سالت میشه یا 19 سال میشه هر زمانی که دیگه وارد فاز دانشگاه میشی کم کم این استقلال طلبیه میزنه بیرون و بعد وارد یک داستانی میشیم به نام توهم استقلال قبلا یه ویدیو درباره این که استقلال توی دانشگاه یک توهمه صحبت کردم لینکش رو براتون این بالا میذارم حتما اون ویدیو رو بشینید نگاه بکنید براتون اونجا کامل توضیح دادم که آقا هر کسی که خوابگاهی شد خوابگاهی شدن الزاما به معنای مستقل شدن نیست ول معطلی عزیزم استقلال یک سری پارامترهای مهمی داره که صرفا با خوابگاهی شدن یا صرفا با دور شدن از خانواده به دست نمیاد و مهمترین علمان استقلال استقلال مالیه که تو حال حالا ها قرار نیست بهش برسی چالش بعدی چالش درآمده اگر داخل دانشگاه آزاد داری درس میخونی دانشگاه پریز خودگردانه یا از این موارد خب خیلی سنگین ترین چالش وجود داره نمیتونی انتظار داشته باشی که تمام این مسیر رو خانواده بخوان ساپورتت بکنن خودخواهان است ذلیلانه است بعد یه فکر دیگه به حالش بکنی بعد خودت درآمد داشته باشی چطوری درآمد داشته باشیم خودش چالش این چالش ها قراره توی دوره دانشجویی و بعد از کنکور در مسیر زندگی تازه این جالش ها شروع میشه و بعد آروم آروم هر کدومشون گسترده میشن کوچیک میشن بزرگ میشن و تا پایان عمر این داستان ادامه پیدا میکنه یعنی وارد دانشگاه شدن و بعد از کنکور زندگی قرار نیست بر وفق مراد بگذره که بگیم اون خب نونمون تو روغنه و دیگه یه رشته آوردیم که خب مثلا پزشکی آوردی یا دندون یا هر هر چی که یه اوکی دیگه, دیگه بشینیم لم بدیم فیلممون رو نگاه کنیم تازه اول داستانته بعد روی اینا برنامه ریزی بکنی و روش فکر بکنی و به مشکل میخوری مهارت یاد گرفتن تو این موارد خیلی اهمیت داره بریم سراغ بخش دوم داستان ذهنیت خیلی از افراد وقتی که وارد از کنکور رد میشن اون دوره گذار بلا تکلیفی دوره کنکور تا انتخاب رشته تا دانشگاه رو میگذرانن حالا به هر نحوی مثبت منفی خونسا وقتی وارد دانشگاه میشن یه تم دو تب که میگذری یهو میبینی اصلا ورو طرف خونده خونده پزشکی ورده بعد میاد دانشگاه سه پشت سر هم مشروط داره میشه معدل زیر دوازده ده ازش میپرسی چرا یهو چت شده چرا این شکلی شدی میگه حس پوچی میکنم افسرده شدم این اتفاق احتمال داره بیفته این رو در نظر بگیرید توی دانشگاه سه رده آدم داریم از لحاظ فکر رده اول افرادی هستن که رشته‌ای که میخواستن رو آوردن و رشته بالاتر از رشته اونها وجود نداره رده دوم افرادی هستن که رشته که میخواستن و دوست داشتن رو آوردن اما میتونست بهتر هم باشه رده سوم افرادی هستن که رشته که آوردن رو اصلا دوست ندارن و یا دنبال اینن که برن دوباره بخونن یا دنبال اینن که اصلا برن یه کار دیگه انجام بدن حالا الزاما این نیست که اون دوتایی که توی دسته اول و دوم هستن هم دقیقا همون کار رو انجام ندن و تا آخر عمرشون با همون رشته سپری بکنن اما گروه اول که رشته ای اوورده که دوست داشته و رشته ای بوده که بالاترش هم وجود نداره سرشون خیلی به خطره چرا اگر هدف قایی زندگی تو این گذاشتی که من فلان رشته رو بیارم دیگه تمومه احتمال قریب به یقین افسرده میشی خود میگی خب من دیگه الان تو زندگیم چیکار کنم من به منتهای آمالم رسیدم الان دیگه چیکار کنم افسرده میشه و این افراد با کله میخورن رو زمین یه ترم طول میکشه خودش رو نگه میداره دو ترم شروع میشه خودش رو نگه میداره ترم سوم سقوط آزاد سقوط آزاد با مخ حواستون به این داستان باشه اینی که من گفتم برای گروه اول اتفاق میفته این احتمال وجود داره برای گروه دوم و سوم سو هم اتفاق بیفته برای گروه دوم و سوم سو به یک نحو دیگری گروه دوم شاید با خودش فکر کنه که اگه بیشتر تلاش میکردم مثلا فلان رشته رو میوردم بعد اوکی میشدم اون میتونه این شکلی افسرده بشه گروه چهارم هم که من اصلا اومدم دانشگاه چیکو هستن به درد ما نمیخوره این زندگی و توف تو این زندگی و فلان و اینا یکم به خودش میده یکم فحش به دنیا میده بعد کلا رد میده و یعنی همتون سر... سرتون به خطر هست از لحاظ ذهنی باید خودتون رو قوی بکنید باید هدفتون رو درست مشخص بکنید اگه هدفت این بوده که به یه رشته خاصی برسی الان رسیدی خطرناک هدف کوتاه مدت داشتی اوکی بهش الان این هدفی که داشتی بهش رسیدی کوتاه مدته بوده عزیز من. هدف میان مدت داریم بلند مدت داریم یه شاکله ذهنی داریم برید نمای ایکیگای رو پیدا بکنید کتاب ایکیگای که نوشتم واسه منم کجا گذاشتمش هلالا مزخرفات فلانو وقتی نیچه گریست و هنر ظریف و ایکیگای ایکیگای که هکتور گارسیا و فرانچسک میرالس نوشتنش این کتاب رو بشینید بخونید این بهتون کمک میکنه که هدف زندگیتون رو مشخص بکنید توی این کتاب میاد یه گرافی میذاره که اگه سرچ بکنید تو اینترنت هم راحت براتون ازش بهش میگن گراف ایکیگای گراف ایکیگای رو برید پیدا بکنید میاد میگه که آقا چهار تا دایره وجود داره که یکیش میگه که آقا اون چیزی که من دوست دارم اون چیزی که میتونم انجام بدم اون چیزی که دنیا بهش نیاز داره و اون چیزی که من میتونم ازش کسب درآمد کنم بعد بشینی فکر کنی که اینا نقطه طلاقیشون کجاست اگه بتونی یه کاری پیدا بکنی که هم دوستش داری هم توش مهارت داری هم دنیا بهش نیاز داره و هم میتونی ازش درآمد داشته باشی این میشه ایکیگای تو این میشه هدف زندگی تو کم طول میکشه تا بخوای بهش برسی باید روش فکر کنید گرافه رو بکشید روش فکر کنید خیلی میتونه بهتون کمک بکنه اوکی؟ و در نهایت بحث سوم بحث فرصت ها زندگی بعد از کنکور یه دوره خیلی باحالیه چرا؟ وقتی وارد دانشگاه میشی مثل اینی که وارد دموی زندگی شدی هنوز مسئولیتی روی دوشت نیست زندگی رو نمیچرخونی کسی ازت انتظار خاصی به از درس خوندن و پیشرفت کردن نداره خب وقتی در یک چنین برهی از زمان هستی خیلی کارهای خفن میتونی انجام بدی دستت کاملا بازه برای اینکه هر مهارتی که دلت بخواد بری یاد بگیری از برنامه نویسی و کود زدن و کپی رایتینگ و نمیدونم تولید محتوا عکس و, و ویدیوگرافی و موشن گرافی و چه میدونم انیمه درست کردن انیمیشن سازی و چه میدونم کارهای آزمایشگاهی و فروش و بازاریابی و تبلیغات و عکس برداری و فیلم برداری خیلی احتمالات زیاده خیلی کارا میتونی انجام بدی و دانشگاه بستر مناسبیه برای اینکه تو کاریو که بخوای انجام بدی رو بتونی توش انجام بدی زندگی بعد از دانشگاه تا قبل از اینکه فارغ و تحصیل بشی یک پلی یک سند باکسه خب یه جعبه شنیه دیدی که مثلا یه جعبه شنی تو ساحل ها هست میرن از تو شن برمیدارن باشه قلعه درست میکنن زندگی بعد از, دان... بعد از کنکور قبل از اینکه فارغ و تحصیل بشی و واقعا وارد زندگی واقعی بشی مثل اون سند باکسه میمونه هر کاری دلت بخواد میتونی توش بکنی مهم اینه که چه کاری رو توش بکنی یه علالی میخوای بکنی میخوای دختر بازی بکنی میخوای پیشرفت نکنی حالا اصلا بحث من این نیست که درس بخونی یا درس نخونی الان بیشتر دنیا داره به سمت این میره که تو مدیریت ذهن تو بتونی به دست بگیری مهارت یاد بگیری مهارتی یاد بگیری که بتونه ورات کسب درآمد بکنه اینا خیلی اهمیت داره باید روش فکر کنی باید بگردی من خودم تو این داستان دیدم که آقا من به رشته های پزشکی علاقه دارم چرا چون همیشه در هر جای دنیا مردم نیاز به خدمات درمانی دارن همیشه یک فرد دردمند بیماری وجود داره که تو بتونی ازش مو... مو... مواظبت بکنی ازش حمایت بکنی مراقبت بکنی و سیستم همیشه بهش نیاز داره از طرف دیگه ویدیو گرفتن رو اینکه بخوام اطلاعاتم یا تجربیاتی که به دست میارم و با بقیه به اشتراک بذارم بهم خیلی کیف میده این باعث شد که کانال یوتیوب هم رو بسازم از طرف دیگه با خودم گفتم که اوکی کارشناسی بیهوشی رشته خیلی خوبیه من خیلی دوستش دارم همه جای دنیا هم جز به رشته های تاپ حساب میشه حقوق, حقوق تخصصیه اما چیزی نیست که بشه باهاش پول دار شد پول میشه ازش در اما پول توش نیست این یه چیز خیلی ساده و مشخصی همه رشته های پیروپزشکی همین شکلی هم. چیکار کنیم چه مهارت دیگری رو من میتونم یاد بگیرم برای اینکه درآمدم رو بیشتر بکنم گشتم گشتم رسیدم به داستان یوتیوب که میتونم محتوای بهتری تولید بکنم عکس برداری یاد بگیرم فیلم برداری یاد بگیرم ویدیو موشن یاد بگیرم یه ستی از ابزاری ایجاد شد که من برم مثلا اونا رو یاد بگیرم بعد خوردیم به داستان ترید و بازارهای مالی که گفتم اون اینم علم جالبیه هنر تحلیل تکنیکال هنر جالبیه هنر که بدونی در دنیای اقتصاد چه اتفاقاتی داره میفته بر اساسش بتونی تصمیم بگیری و یک سری کارها رو انجام بدی که بتونی از قبلش سود دریافت کنی یا پول در بیاری خیلی ایده جالبیه افتادم توی اون تیکه و الان دارم یاد میگیرم دارم سعی میکنم ترید کردن یاد بگیرم پس نقشه ذهنی خودم رو براتون گفتم که بگم که هیچ محدودیتی وجود نداره دانشگاه همون فانکشنی برات داره که تو بخوای دانشگاه پر فرصته این شکلی بهش نگاه نکن که او میرن, میرن دانشگاه مردم خراب میشن و نمیدونن درس که نمیخونه فلان و تو چی کار میخوای بکنی تو مهمی تو کاری که تو میخوای بکنی دانشگاه بهت اجازه اینو میده که انجام بدی ایرادی هم نداری یه مقدار با سیستم اداری دانشگاه سر و کله بزنی و اذیتت بکنن بدم نیست یه ایده میگیری که احتمالا در جامعه واقعی چقدر سیستم دولت قراره سنگ یا چوب لاچرخه چرخه کارات بذاره و چقدر کارهای اداری میتونه اذیت کننده باشه از همین الان باید یک سری تجربه ها رو یاد بگیری قبلا یه ویدیو گرفتم درباره اینکه توی دانشگاه چه کارهایی باید انجام بدیم پنج کاری که باید توی دانشگاه انجام بدیم یا اینکه دانشگاه فقط مکان درس خوندن نیست تک بعدی نباید پیش بری اون ویدیو رو براتون لینکش میذارم حتما حتما اون ویدیو رو ببینید خیلی ویدیو مهمیه. یعنی کامل کننده این ویدیو میشه اون پس زندگی بعد از کنکور چه شکلیه پر از چالش میدونی خوبیه داستان کجاست خوبیش اینه که به جایی اینکه یک سری درسی رو بخونی که مزخرف به دردم هیچ وقت نمیخوره چالشی رو داری میگذرونی که خودت انتخاب کردی و بهش علاقه داری این خیلی تاثیرگذار خیلی خوبه مهم اینه که ازش بتونی استفاده بکنی خیلی از افراد هم هستن که اصلا دانشگاه نمیرن میره کار میکنه دانشگاه حداقل میدونه با خودش چند چنده بدون با خود چند چندی و اجراش کن حالی. دمتون گرم رفقا که تا اینجای ویدیو رو دیدید خیلی به همه انرژی دادید انرژی بیشتر رو به من منتقل بکنید با لایک کردن این ویدیو و اینکه برام کامنت بذارید نظرتون رو برام بگید و اینکه این ویدیو رو برای رفقاتون هم بفرستید ویدیو ویدیو مهمیه یه ذهنیتی باید بهتون بده که بدونی وقتی وارد دانشگاه میشی با چه چیزهایی قرار دست و پنجه نرم کنی چالشات کم نمیشه زیاد میشه فقط بحث سر اینه که ذهنیت تو بزرگتر و قویتر میشه که بتونه اون ظرفت بزرگتر میشه که اون چالش توش کوچیکتر به نظر میاد وگرنه چالش ها هر چقدر که بیشتر تو زندگی پیش میری کوچیکتر نمیشه چالش ها بزرگتر میشه گسترده میشه شاخه هاش بیشتر میشه تو که قوی تر میشی ریشه ای که درخت زندگی تو میدوونه قوی تر میشه تا بتونه اون شاخه ها رو کنترل بکنه و ترومن تر پیش بره اوکی دمتون گرم خوبید از این ویدیو یه استفاده برده باشید و کاربرده بوده باشید براتون دارم میگه چطور میگم و اینکه